خود را آماده کن، به جایی برو که بهترین نماز تراویح خوانده می شود. جوانان، شما نیرو داریم، شما قوی هستیم، ماشاءالله نشاط داریم، الان وقت جوانی است، بروین جایی که بهترین نماز تراویح خوانده می شود. تا اون مسجدی که در همسایگیتان قرار دارد بداند که اگر ما نماز تراویح را با کیفیت داشته باشیم و با آرامی بخوانیم، تعداد نمازگزاران بیشتر خواهد شد، نه اینکه کم می شود. شما این را ثابت کنید، شما این را ثابت بکنید. تو از جمله کسانی نباش که پشت سر امام استاد است، پشت سر قاری استاد است و سینه‌اش پر از کینه و بغض و خشم، وجودش را قهر گرفته است، ناراحت است، خفه است. چرا؟ امروز قاری سر 5 دقیقه اضافه خواند. امروز ساعت نگاه میکند وقتی که ختم شد 10 دقیقه اضافه شد، ناراحت است، طبیعتش بسیار بند است. 10 دقیقه تو بیشتر در مسجد ماندید ناراحت هستید، 10 دقیقه بیشتر ماندید تا قرآن را بشنوید ناراحت هستید. چه انتظار دارید؟ چه خیر و برکاتی نصیب من و شما از این ماه مبارک و از نماز تراویح نصیب من و شما بشود وقتی که من و شما خفه باشیم، وقتی دلتنگ باشیم داخل مسجد، وقتی از شنیدن قرآن دلتنگ شویم، وقتی که با خواندن نماز دلتنگ باشیم؟ چه انتظار داریم که چه خیر و برکاتی نصیب من و شما شود؟ بسیاری ها دیده شدند که در ابتدای ماه مبارک رمضان، حتی در هم هفته اول ماه مبارک رمضان، تعداد نمازگزاران انقدر زیاد می شود که در داخل مساجد جایی نمی شود. یکی از مقتدیا پارسال مرا گفتن این قاری شما اگر این طور بخواند ممکن مقتدیا کم شوند. گفتم کم شود؟ معلوم می شود که آنها برای نماز نمی آیند، آنها برای این می آیند که مقصد یک چیزی از گردنشان ساقط شود. آنها دنبال کیفیت و برکات نیستند، آنها دنبال خیرات نیستند، آنها دنبال ثواب هم نیستند. چرا به خاطر او دو نفر نماز دیگران را خراب کنیم و معلوم نیست که دیگر رمضانی باشد یا نباشد؟ قرآنی که نه قاری بداند که چی می خواند و نه مقتدی می داند که چی می خواند، والله لازم این فایده ندارد. من قسم یاد میکنم این نه برای شما فایده دارد و نه برای قاری که میخواند فایده دارد. قرآنی که وقتی اون میخواند هیچ معلوم نیست که چی میخواند، مقتدی هم نمیداند که چی میخواند. الان ما خو منتسب به علم هستیم، اما معانی قرآن را هم میدانیم. والله گاهی اوقات پشت سر بعضی از قاری خود ما نماز خواندیم، والله اگر ما فهمیده باشیم که چی خوانده است، همین هرچی که کوشش میکنیم که کمی که همین الفاظ تصحیح کنیم درست بفهمیم، هرچی گوش گرفتیم نتانستیم تصحیح کنیم که بفهمیم که چی میخواند. الله اكبر. چرا باید شما را بازی بدهیم؟ این ثواب ندارد، این قبولیت ندارد، والله لازم این قبول نمی شود در نزد الله سبحانه و تعالی. وقتی که نه قاری می داند که چی می خواند و نه مقتدی ها می داند که قاری چی می خواند. و مقتدی ها هم خوش هستند که بله نماز تراویح ما در 25 دقیقه خلاص می شود، بعد تبلیغات هم می کند ای طرف و او طرف. ما به شما میگم، شما با ما میگین ما در مسجد ما 25 دقیقه خوانده می شود، بعد او میگه نه در مسجد ما 30 دقیقه خوانده می شود، یکی دیگه میگه در مسجد ما اینقدر خوانده می شود. این افتخار نیست، این ذلت است، این خاریز، این بدبختی من شما را نشان میدهد. شما خفه نشوید، خیر است اگر ما کمی که ناراحت هستم. این چی چیز را نشان میدهد؟ این نشان میدهد که ایمان ها ضعیف شدن، این نشان میدهد که تقوا کم است، خدا ترسی کم است. بیاییم از رمضان به خوبی استفاده بکنیم، با کیفیت رمضان من با کیفیت باشد، در جای نماز بخوانیم که قاری چنان قرآن را میخواند که شما لذت میبرید. حداقل میفهمیم که کلمات چیز که چی چیزی را میخواند، اما الفاظش را میتونیم صحیح بفهمیم، کلماتش را میفهمیم کسی. من نمیگویم حتما جای بروین که بسیار
صدایشان خوش باشد و صدای خوش و زیبا بخواند. من اینا نمیگویم، این صدای چیز خدادادی است، از جانب رب العالمین است. به یکی خدا صدای زیبا را داده است، به یکی نداده است. او در اختیار او بنده نیست. این صدای زیبا از جانب رب العالمین است و در اختیار بنده نیست. اما صحیح خواندن، صحیح تلفظ کردن، این خود در اختیار بنده است. همین چیزی که در اختیار بنده است همین را انجام بدهد. همین انتظار را ما از قاریه خود داریم و شما هم انتظار داریم که سر قاریه تان فشار نیاریم، سر امامان مسجد تان فشار نیاریم که حتما آنها باید طوری قرآن را بخوانند که شما را راضی کنند، نه خدا را. امام شما را، شما تصور بکنید امامی که در این محراب ایستاده است، قاریه که در این محراب ایستاده است و شما همه اقتدا کردین دنبال او، به حرکات او شما حرکت میکنین تا بالا میشین و او قاری هم مغم و هدفش این است که شما را راضی کند، نه الله که در مقابلش سجده میماند. این نماز قبول میشود؟ این نماز قبول نمیشود که او هم مغمش این است که مقتدیا از من راضی شود، مقتدیا خوشحال باشند. خودشم میداند که چه قسم میخواند، خودشم میداند که این خواندن من صحیح نیست عزیزان.